الله الله سبحان الله، الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله يا الله يالله. والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان بیننده و شنونده همان گونه که استحضار داره در بحث مقصد سوم که حجیت ادله شرعی مورد بحث قرار میگیرد در باب دوم این مقصد راجع به حجیت سنت بحث میکنیم و همان گونه که تقسیم بندی از خبر صورت گرفت تحت عنوان خبر متواتر و خبر واحد فعلا بحث در خبر واحد هست و اجمالا اشاره شد که خبر واحد خبر است که در حد تواتر نرسیده باشد هر چند ممکن است اون خبر را چندین نفر نقل کرده باشد در مورد حجیت خبر واحد بیان شد که اگر قرینه وجود داشته باشد که ما علم به صدق و درستی اون خبر داشته باشیم بدون شک اون خبر حجت هست اما اگر چنین قرینه وجود نداشته باشد باید پشتوانه برای اون خبر پیدا کنیم وگرنه تنها خبر واحدی که افاده زن و گمان داشته باشد برای ما حجت نخواهد بود به همین جهت کسانی هستند که معتقدند خبر واحد پشتوانه علمی ندارد و لذا به خبر واحد عمل نمی‌کنند که تا حدی دیدگاه اونها و اسامی کسانی که منکر حجت خبر واحد هستند مثل سید مرتضی و قاضی و ابن زهره تبرسی و ابن دریز و مانند اونها اینا کسانی بودند که منکر حجت خبر واحد بودند به دلیل این که معتقدند که پشتوانه علمی یا دلیل علمی که دلالت بر حجیت خبر واحد بکند وجود ندارد اما در مقابل این دیدگاه کسانی هستند که برای خبر واحد حجیت قائلند هرچند در باره این که کدام خبرهای واحد حجیت دارن اختلافاتی وجود دارد و لذاست که کسانی میآیند میگویند که روایت هایی که در کتب اربعه مثل کتاب کافی و همچنین تحذیب من لای و این گونه کتاب ها وجود داره این کتاب ها اخبارشون کاملا قطعی هست به نظر بعضی ها لذا تمام اخبار اونها را حجت می دانن. اما کسان دیگر هم هستند که نه میگویند که به کل اخبار کتب اربعه توانیم اعتماد داشته باشیم بلکه به خبرهایی که اصحاب به اونها عمل کرده باشند فقط اونها را ما حجت میدانیم برخی دیگر آمدن گفتن تنها خبرهایی که راوی موثق داشته باشد هرچند عادل نباشد عمل میکنیم و به همین جهت برخی ها هم آمدن گفتن که اگر ما به صدور اونها اطمینان داشته باشیم ولو شخص که اون رو نقل می کند آدمی موثق هم نباشد باز همیشه میشه به اونها عمل کرد به هر صورت اونچه که محل اصلی بحث هست این است که اولا در پاسخ کسانی که منکر حجت خبر واحد هستند خب دلایل را باید مطرح کنیم که این دلایل به حدی اطمینان بخش برای ما بیان بکند که خبر واحد حجیت داره بعد از آنی که این دلائل مطرح شد و تا حدی حد ما قانع شدیم که میشه به خبر واحد عمل کرد در مرحله دوم باید اندازه دلالت این ادله را مورد بحث قرار بدیم که اونها تا چه اندازه و کدام خبرهای واحد را حجت قرار خواهند داد به همین جهت در ابتدا شروع می کند به دلایلی که به حدی حد دلالت دارند که خبر واحد رو میشه بهش عمل کرد و یک از این دلائل آیات شریفه قرآن کریم هست که چند تا آیه در این زمینه مطرح هستند که از اینها می شود انسان استفاده کند که به خبر واحد میشه عمل کرد خب حالا در مورد آیات وقتی نوبت میرسه به عنوان تمهید این مطلب رو یادآوری می کند که آیاتی که دلالت بر حجت خبر واحد می کنند در حد ظهور هست و ظهورشون هم در حد و گمان هست احتمال دارد که خلاف آن هم وجود داشته باشد ولی از آنجایی که این آیات در واقع پشتوانه علمی دارد و ظهور آیات در واقع حجتی معتبر هستند از این باب ما آیات شریفه رو به عنوان دلیل اینجا مطرح میکنیم و اگر اون پشتوانه ظهور آیات نباشن در حد افاده زن که آیه افاده می کند نمیشه از این زن برای یک زن دیگری که از خبر واحد به دست می آید کرد ولی به خاطر که ظهور آیات حجیت داره و پشتوانه علمی یعنی دلیل علمی دارد از این باب میشه به آیات هم استلال نمود اولین آیه‌ای که در این زمینه مطرح می شود آیه نبه هست که معروف هست با همین نام که در سوره مبارکه حجرات آیه ششم این مطلب را بیان می کند که در آن آمده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این جا فاسقون به نبعین فتبینو انتو سیب و قومن به جحال فتوسبه و ما فعلتم نادمین خب ترجمه این آیه این است که اگر شما به شما یک فاسق خبری آورد تبین کنید مبادا که یک گروهی یک قومی به نادانی گرفتار بشوند و بعد از آن هم به خاطر این کاری که انجام دادید نادم و پشیمان شوید خب این آیه شریفه وقتی بیان می کند که شما خبر فاسق رو تبیین و تفحص و جستجو کنید در استدلال به این آیه شریفه برای حجیت خبر واحد از دو تا راه میشه استدلال کرد یکی هم از طریق مفهوم وصف یکی هم از طریق مفهوم شرط از آنجایی که مرحوم مصنف برای مفهوم وصف حجیت قائل نیست لذا آن رو محل بحث قرار نمیدهد و میفرماید که اگر ما از طریق مفهوم شرط هم بتوانیم حجیت خبر واحد رو اثبات کنیم همین برای ما کافی خواهد بود خب برای این که ما به این آیه شریفه بتونیم به درستی استدلال کنیم نخست لازم هست که چند تا واژه و اصطلاحی که در این آیه شریفه به کار رفته اونها رو توضیح بدیم بعد از آنی که این واژگان مشخص و روشن شد از اون به بعد می توانیم به کل آیه استدلال کنیم که چگونه دلالت بر حجت خبر واحد دارد اولین واژه‌ای که در این آیه شریفه به کار رفته از واژه تبیین هست برای تبیین دو تا معنا بیان شده است و یک معنای آن به معنای ظهور شی هست که وقتی یک شی آشکار می شود بهش میگن تبیین که در آیات مختلف هم به همین معنا به کار رفته است که ما در مورد آیه که در مورد روزه گرفتن هست اونجا داره که حتی تبیین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود که طلوع فجر رون بیان می کند که وقتی آشکار شد یک خط سفید از خط سیاه خب اینجا نشانه این است که بالاخره فجر صورت گرفته است خب حالا در این تبینه به معنای آشکار شدن، ظاهر شدن و پدیدار شدن هست این یک معنای تبین هست معنای دیگری از تبین به معنای آشکار شدن، آگاهی پیدا کردن از یک شی خب که اینجا اون معنای اولی که به معنایش کار شدن بود یک فعل لازمی هست به اصطلاح به فاعل اکتفا می کند اما معنای دوم که آگاهی پیدا کردن از یک شی باشد خودش می شود یک فعل متعدی خب در اینجا وقتی کسی گفته می شود که تبینت توشی شی یعنی به معنای این که من آگاهی پیدا کردم از یک شی خب در اینجا هم وقتی آیه شریفه بیان می کند که اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا میگه وقت در راه خدا میخواید به جهاد بروید خب تبیان پیدا بکنید یعنی چی یعنی که آگاهی از اشیاء و از حوادث پیدا بکنید آگاهانه قدم بردارید خب در این آیه شریفه این تبیان به معنای دوم به کار رفته است خب در این آیه که میفرماید اینجا کن فاسقون به این فتبینو میشه همین معنای دوم را هم در نظر گرفت که به معنای این باشد که وقت فاسق برای شما یک خبر آورد خب باید یه مقدار تثبت و بالاخره اطمینان و یک مقدار هم تحقیق و جستجو داشته باشید تا اینکه بتوانید بر اساس اون قدم های محکم و استوارتری را بردارید خب این تبیین در اینجا هم معنای اول میشود اراده کرد از این که به اصطلاح وقت فاسق برای شما خبری میآورد کاری کنید که حقیقت برای شما اشکار بشود و یا این که شما با شنیدن خبر فاسق یک جستجوی انجام بده تا باز هم از حقایق آگاهی پیدا کنید خب به هر صورت این واژه اول یک در این زمینه به کار رفته است و داستانی که در مورد شأن این آیه شریفه هم در تفاسیر نقش شده است عبارت است از این که و وقتی پیامبر گرامی اسلام ولید ابن اخبه را به سمت قبیله بنی بنی, بنی المصطلق فرستاد که در اونجا رفته و زکات رو جمع آوری کنند خب ولید وقتی به سمت این قبیله حرکت کرد خود این مردم قبیله بنی المصطلق هم وقت اطلاع پیدا کردن که نماینده پیامبر اکرم داره به سمتشون میآیند اونها به استقبال بیرون شدن و میخواستن که با شکوه و عظمت نماینده پیامبر رو در داخل منطقهشون ببرن اما ولید به دلیل اینکه کینه و دشمنی از سابق داشتن خیال کرد که این مردمی که در استقبال آمدن اینا در جنگ و در مقام مبارزه با ولید بیرون آمدن لذاست که ترس خورد و از همونجا از مسیر راه برگشت متاسفانه وقتی به مدینه برگشت به دروغ خبری را منتشر کرد که بله ما رفتیم اونجا و بنی المستلق زکات را نپرداختند در واقع تمرد کردند پیامبر گرامی اسلام هم از شنیدن این خبر خیلی ناراحت شد و یه لشکر دیگه تهیه دید تا اینکه خلاصه جریان را پیگیری کند تا اینکه این آیه شریفا نازل شد و بیان کرد که وقتی ولید ابن اخبه شخص فاسق خبر آورد باید تبیین کرد این گونه ترتیب اثر نداد که حالا جنگ رو با لشکریان مجهز این دفعه وارد منطقه شد و جنگ را راه انداخت که بعد از آن تحقیق بشود که معلوم بشه هیچ چیزی نبوده است و تازه این یک سوی تفاهمی بوده است که در نتیجه خبر فاسق به وجود آمده است خب این تبیین هم تا اینجا مشخص شد و نکته و اصطلاح دومی که در این آیه شریفه به کار رفته است این نکته است که می فرماید انتوسیب و قوما به جهاله خب حالا در این جمله وقتی بیان میشه بعضی آمدن گفتن که این جمله مستعنفه هست خیلی ربط به قبلش نداره اما تنها آمده است برای این که یک نوع تعلیل رو و علت رو بیان بکند که وقت فاسق برای شما خبری می آورد حتما جستجو تحقیق و تفحص کنید تا اینکه مبادا خلاصه کسی به جهالت و نادانی گرفتار بشود و به همین جهت هم وقتی این رو جمله مصنفه گرفتن و به عنوان علت حکم قبل بیان داشتن خب آمدن یک کلمه ای را مثل در تقدیر گرفتن تا اینکه بتوانند این, بتوانن این جمله را به قبل بچسبانن خب لذا آمدن که فتبینو را هم برای مفعولی در نظر گرفتن که تبین کنید تا صدق از کز تا حقیقت از باطل تشخیص داده می یه همچنین تبین و و من کذبه مثلا آمدن در تقدیر گرفتن خب و انتوسیب و قومن رو هم قبلش هم آمدن کلمه های دیگری رو در تقدیر گرفتن گفتن که تبین کنید از ترس این که مبادا شما به این جهالت گرفتار بشوید یا به خاطر پرهیز کردن از اینکه به این پیامد دچار بشوید حذرن را یا خشیتن را خلاصه آمدن یا لعلا توسیب لعلا را آمدن در تقدیر گرفتن که مرحوم زفر وقتی بیان میکنند میفرماید ما نیازی به این گونه تقدیر گرفتن ها نمی بینیم به دلیل اینکه ان توسیبو ان هست توسیبو هم که بعدش آمده است این رو تعویل به مصدر میبرد و ما میتوانیم در واقع این انتوسیبو به جهاله را تعویل ببریم به اصابت قوم به جهاله خب وقتی این رو در تقدیر گرفتیم معنا کاملا درست میشه و نیاز به تقدیر گرفتن کلمه های اضافی دیگر نخواهد بود خب معنای آیه هم در واقع این می شود که شما وقت فاسق برای شما خبری آورد تبیین کنید و خود این که مبادا قوم به جهالت دچار بشوند اما از این معنا یک معنای لازم آن را اراده کرده است که معنای لازمی شونم، هم همین هست که خلاصه خبر فاسق حجیت ندارد اما اگر کسی غیر فاسق خبر آورد اونجا حجیت خواهد داشت و سومین واژه‌ای که به کار رفته است کلمه جهالت هست خب این جهالت رو شون بیان میکند که گاهی می توانیم به معنای کار بدون علم انجام بدیم که جهل را در مقابل علم بدانیم اما این یک معنای زیق هست که بعد از آن که فلسفه وارد دنیای اسلام شد در واقع این محدودیت را آوردن جهل را در مقابل علم قرار دادن وگرنه در معنای اصلیشون جهل در مقابل همان عقل قرار دارد که اگر ما آمدیم گفتیم انتوسیب و قامن به جهاله معنای وسیع را در نظر گرفتیم معناش این می شود که تبیین کنید در صورت شنیدن خبر فاسق تا این که مبادا به کارهای غیر عاقلانه و کارهای سفیهانه بپردازید این نتیجه حرف است که در این آیه شریفه مطرح هست حالا بعد از آنی که این واژگان رو معناش رو دیدیم و شناختیم در اصل استدلالی به این آیه اگر رسیدیم انشاءالله توضیحات را عرض میکنیم و اگر نه توضیح رو در جلسه دیگر بیان خواهیم کرد و منهم هم من قال ان الاخبار المدونه في الكتب المعروفه لا سيما الكتب الاربعه و صدق. در مقابل قول کسانی که منکر حجت خبر واحد هستند کسانی از اصولین هستند که قائلا اخباری که جمعوری شدن در کتاب های معروف به خصوص کتب اربعه که همون عبارت باشد از کتاب اصول کافی و کتاب تحذیب و همچنین کتاب من لای حضور و خلاف خب این کتاب ها رو بیان می کنن که این احادیثی که جمع شده در این کتاب مقتوعت و صدقه یعنی راست بودن این اخبار قطعی هست خب این یه که برخی از اصولین دارن و هذا دا ما ينسب الى جماعت من متأخری الاخباریین این دیدگاه نسبت داده میشه به متأخرین از اخباریین گروهی از اخباریین هستند که این روایات را کاملا قطعی و صدق میدانن خب قال شیخ الانصار تقریبا على ذلك خب مرحوم شیخ انصاری به دنبال این دیدگاه بیان میکند که و هذا قول لا فایده فی بیانه و جواب عنه خب این دیدگاه است که اصلا توضیحش هم بخواهیم بدیم فایده ای ندارد جواب دادنش هم فایده ندارد الا تحرز الا تحرز ان حصول هذا الوهم لغیر هم ما حصل لهم فقط فایده ای که دارد این است که نکته هایی رو که در قول هست بیان بکنیم تو دیگران به این دام قرار نگیرن و احتراز بکنن از اون چیزی که این متاخرین از اخباریین به آن رسیدن و الا فمده لا یلزمو به ذکر ضعف مبنا قطعه وگر نه کسی که وقتی رسید به اینجا که بگوید من قطع به صدق دارم من یقین دارم که روایات این اخبار قطعی هست دیگه نیاز نیست که ما بریم به سراغ این که مبنای اونا رو خراب بکنیم ما از اول باید اگر بتوانیم نکات رو مطرح بکنیم که تا کسی به این دیدگاه نرسد و وقتی کسی به اون رسید دیگه لازم نیست که ما بریم مبنای اونها را خراب بکنیم و اما القائلون به حجیت خبر الواحد حالا میاییم در مقابل کسانی که منکر حجیت خبر واحد هستند قائل به حجیت خبر واحد میشیم در میان این قائلین هم اختلاف و ایضا اینا هم اختلافات شدید دارن در بین خودشون فبعضهم یرا ان المعتبر من الاخبار هو کل ما فی الكتب الاربعه بعضی هاشون آمدن گفتن تمام روایت هایی که در کتب اربعه است که یادآوری کردیم همه این روایات رو صحیح می دانن. بعد استثناء ما کانفی ها مخالفن للمشهور مگر بعض از روایت هایی که در اون روایت ها حرف و سخن و دیدگاه خلاف مشهور آمده است که اونها معتبر نیست اما بقیه را کلا معتبر می دانن. و بعضهم یرا اندل معتبر بعضها بعضی هم آمدن گفتن نه کل روایات کتب اربعه معتبر نیستند بعضشون معتبر هستند حالا اون بعضی که معتبرن با چه ملاکی معتبرن میفرماید والمناط فی الاعتبار عمل الاصحاب اینا آمدن گفتن هر روایتی از کتب اربعه که اصحاب به اون عمل کرده باشن اونا معتبر بقیه معتبر نیستند کما هر ذالک من المنقول عن المحقق فی المعارج که مرحوم محقق در معارج همین حرف رو مطرح کردند و قیل المناد فیه عدالت راوی بعضی های دیگر هم گفتن که بعضی از اخبار کتب اربعه معتبرن و اون هم اخباری که راویانش عادل باشن او مطلق وثاقته یا نه عادلم نباشد فقط ثقه باشد مورد اعتماد باشد همین مقدار کفایت میکند که ما اخبارشان را حجت بدانیم او مجرد و به صدور یا بعضی هم آمدن گفتن که از میان کتب اربعه هر روایتی که ما گمان به صدورش پیدا بکنیم بدانیم از امام معصوم و از معصوم صادر شده است من غیر اعتبار صفف راوی اصلا کار نداریم که راویش کار است ولو مثلا ابن ملجم هم یک روایت رو نقل کرده باشد که بدانیم این روایت دقیقا از امام معصوم صادر شده همین که بدانیم از امام صادر شده است کافی است ولو راویش آدمی سقم نباشد الا غیر ذلك من تفصیلات حالا دیگه تفصیل های دیگه هم دارد پس دیدیم که بعضی آمدن گفتن کل روایات کتب بر بعضشون هم گفتن نه بعضی از روایات اون که بعضا گفتن ملاک این اعتبار را هم یا عمل اصحاب گفتن یا عدالت راوی یا وساقت راوی یا ظن به صدور و و ملاک های دیگر هم که ممکنه کسان دیگری داشته باشد خب این تفصیل ها در این زمینه وجود دارد ول مقصود لن الان حالا اون چیزی که ما دنبالش هستیم و میخوایم ازش بحث بکنیم بیان اثبات حجیت خبر واحد هست به خصوص به صورت فیل جمله ما فعلا در صدد اینیم که در مقابل کسانی که میگویند خبر واحد صد در صد حجت نیست ما بیاییم بگیم نه یک مقداری از خبر واحد حجت هست در این حد میخوایم فیل جمله اثبات بکنیم این حجیت را در مقابل سلب کلی که میگن اصلا حجت نیست ما میگیم نه حجیت داره ثم من فی مدا دلالت الادله علی بعد میاییم گستره این دلالت دلیل هایی که بر حجیت خبر واحد دلالت داره این قلم رویشون رو بحث میکنیم که اینا تا کجا دلالت دارن و اخبار واحد رو تا کجاها معتبر میدانن فل دن ننظر اولا پس اون چی که مهم است این است که اولا نگاه کنیم در ادله که ذکر کردن این ادله را از کتاب و سنت و اجماع و بنای و قلا بعد از آن که اثبات شد فیل جمله حجیت خبر واحد حالا میاییم در اون اندازه و حدود دلالتشون هم بحث میکنیم پس اول سراغ ادله میریم که حجیت رو اثبات میکنن خب اول ادله حجیت خبر واحد از کتاب عزیز خب ما چند دسته دلیل داریم برای حجیت خبر واحد از قرآن کریم بعد سنت اجماع و بنای اقلا که از اول از قرآن شروع میکنیم تمهید و مقدمه درباره این مطلب بیان می کند که میفرماید مخفی نماند که کس که استدلال می کند بر حجت خبر واحد با آیات کریمه قرآن کریم ادعا ندارد به این که این آیات نس قطعی و دلاله بر مطلوبه نمیگن که آیات نس سریح هست که خبر واحد حجت است نه در این حد کس ادعا نمی کند و این نما اقصا ما یدعیه انها ظاهرتون فیه تنها حدی که میتونه تنها سخنی که میتونه بیان بکند آخرین حرفشون هم این است که بیان کند آیات ظهور در حجت حجت خبر واحد دارد در همین حد که بگه این آیات ظهور دارد که خبر واحد باید حجت باشد و اذا کان الامر کذالک وقتی امر این گونه شد که پس دلیلی که ما از آیات میاریم باز هم در حد زن و گمان هست چون ظهور در حد ظن و گمان هست میفرماید وقتی امر این گونه هست گاهی می میکند دشمن به این که دلیل بر حجیت حجت واجب است که باید قطعی باشد همان گونه که قبلا ما اشاره کردیم که زمانی ما می توانیم به ظن و گمان عمل بکنیم که پشتوانه علمی داشته باشد حالا که این دلیل آمده است و بیان میکند اگر این قطعی نباشد پس نمیشه این دلیل برای اون زن دیگر قرار بگیرد پس صحیح نیست استدلال به آیات که خودش زنی و دلاله هست چرا؟ لان ذالک استدلال به علی علا حجیت الذن به خاطر این استدلال میکنیم به گمان بر حجیت یک گمان دیگر خوب خودی اون ادعای ما با این دلیل ما هر دو در یه رتبه قرار دارن چطور میشود؟ اون ادعا را با این دلیلی که خودش هم در همون زمره ظن و گمان هست بتونیم اون اثبات بکنیم ولا ینفع کونها قطعیت و صدور و در این که اینها قطعی و صدور باشد آیا درست قطعی و صدور هستند اما فایده ندارد به خاطر که دلالتشون ظنی هست و در دلیل هم گفتیم که نتیجه تابع اخص مقدمه هست حالا صدور آیه درست قطعی است وقتی دلالتش زنی هست ما به آیه با نگاه زن و گمان نگاه میکنیم پس آیه اگر بر حجت خبر واحد میخواد دلالت بکند در حد همان زن و گمان دلالت خواهد داشت اما جوابی که میدهد این است که ولاکن الجواب عن هذا الوهم واضح جوابش واضح است که ما وقتی به آیه استدلال میکنیم نه به خاطر اینکه آیه فقط مفید زن و گمان باشد نه لانه قد ثبت به دلیل قطعی حجیت و زواهر کتاب العزیز که ما ما که به آیه استدلال میکنیم به خاطر این است که دلیل قطعی حجیت زواهر کتاب را به اثبات رسانده وقتی از نظر پشتوانه علمی حجیت زواهر حجت هست لذا اگر آمدیم از آیه برای حجیت خبر واحد استدلال کردیم کاملا درست خواهد بود فالاستدلال استدلال و به های انتهی العلم پس استدلال کردن به آیه نتیجه به علم ختم میشه چرا چون زواهر کتاب پشتوانه علمی دارد و لذا عمل به آیه در واقع عمل به علم خواهد بود فلا یکون استدلالا به علی حجیت پس این گونه نیست که ما بیاییم برای حجیت ذن یعنی خبری واحد استدلال به یک ذن و گمان دیگر بکنیم نه استدلال میکنیم به ذنی که پشتوانه علمی دارد بر یک ذن دیگر تا او را هم دارای پشتوانه علمی بسازیم و نحن علی هذا المبنا نذکر الآیات و با همین مبنا که گفتیم درست است مفاد اولی آیه ظن و گمان هست اما به خاطر اون حجیت پشتوانه ایشان میاییم بر اساس همین استدلال میکنیم به آیات و آیات را که ذکر میکنیم اونایی که ذکر کردن اونها را بر حجت خبر واحد فنکتفی به اثبات ظهور ها مطلوب پس در همین حد که آیه ظهور داشته باشد بر حجت خبر واحد همین اکتفا میکنیم وقتی ظهورش اثبات شد حجیت ظهور هم در جای دیگر اثبات میکنیم در نتیجه حجت این هم اثبات خواهد شد اولین که آیه که برای اثبات حجت خبر واحد اقامه شده آیه نبه هست و آن قول خدای متعال هست در سوره مبارکه حجرات آیه 6 که اینجا کن به نبه این ان انتوسی با قوم به جهاله و توس به علامه فعلتم نادمین خب حالا استدلال به این آیه کریمه من جهت مفهوم الوصف از ناحیه مفهوم وصف هم میشه این رو اثبات کرد که وقت فاسق یک وصف است که اگر فاسق برای شما خبر آورد این کار رو بکنید تبیین بکنید اما اگر فاسق دارای این وصف نبود نه تباین لازم نیست از این رو هم میشه این استدلال را پیش برد و همین جهت مفهوم شرط اما از جهت مفهوم شرط هم میشه که وقتی میگوید به عنوان جمله شرطیه که اگر فاسق برای شما خبر آور کنید یعنی اگر غیر فاسق خبر آور لازم نیست خب این هم مفهوم شرط هست خب و هو الذي یبدو ان الاستدلال به همین جهت مفهوم شرط کافن فیلم مطلوب میگه اون که پیدا هست این است که استدلال بین آیه از ناحیه مفهوم شرط هم در مطلوب ما کفایت میکنه دیگه نیاز نیست که ما به مفهوم وصف هم استدلال بکنیم اگر استدلالم بکنیم مرحوم مزفر قبلا بیان داشت در مفاهیم که مفهوم وصف حجت نیست لذا به اون هم استدلال نمی کند و تقریب الاستدلال یتوقف علی شرح الفاظ الایه اولا میفرماید پیش از آن که ما استدلال کنیم چگونگی استدلال رو روشن بسازیم اون مفاهیم و اصطلاحات و واژگانی که در این آیه به کار رفته اونا رو اول شرح بدیم فنقول اول شروع میکنیم به این مفاهیم که اولش تبیین هست میفرماید هذه الماده معنیین یعنی برای این ماده تبیین دو تا معنا وجود دارد یک به معنی ظهور به معنای این که آشکار شدن فیکون و فعلها ها لازمن که اگر این تبیینی که مصدر هست یعنی آشکار شدن هست فعلش میشه فعل لازم که فقط به فاعل اکتفا میکنه دیگه مفعول نیاز ندارد وقتی یک شی خودش آشکار شد دیگه نیاز نیست که مفعولم داشته باشد فنقول تبین الشی وقتی میگوییم یک شی آشکار شد دیگه خودش همین تبین فعل از شی فاعلش نیاز به مفعول پیدا نمیکند اونم که اذا ظهر و بانه وقتی اون شی ظاهر می شود و خلاصه روشن می شود به این میگیم تبینه و این هو قوله تعالی حتی یتبین لکم, لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود خب در اون نشانه های طلوع فجر وقتی بیان می کند که وقتی اون خیط و اون خط سفید از خط سیاه آشکار شد روشن شد جدا شد خب این نشانه فجره یا مثلا میفرماید حتی تبیین لهم انه الحق یعنی آشکار بشود که این حق همینه خب اینجا دیدیم که تبین به معنای آشکار شدن بود و ثانی به معنای ظهور علیه و معنای دوم تبین ظهور علی الشیء هست یا آگاهی و اطلاع پیدا کردن بر یک شی هست یعنی العلم به و استکشافه تبیین پیدا بکنیم یعنی چی یعنی علم به اون پیدا بکنیم تبیین پیدا کنیم یعنی چی تبیین کنیم یعنی اون را کشف کنیم آن را کشف کنیم که باید مفعول هم داشته باشد تا بشه به صورت یک فعلی متعدی معنا کرد او تصدی للعلم بهی و طلبهی یا اینکه نه متصدی بشیم به خاطر اینکه علمی به اون پیدا کردیم یا طلب اون رو از طلب بکنیم فیکون و فعلها متعدیان که در این صورت تبیین که مصدر هست فعلش متعدی خواهد شد که آگاهی پیدا کردن شی خب وقتی بیان میکند فتقول تبیین تو شی خب میگه ما یک شی را آشکار کردم یعنی چی تبینتو تو آشکار کردم من آن شی را وقتی خب وقتی دیدیم که مفعولم پیدا کرد اونم کی گفته می شود اضا علم وقتی شما این رو به اصطلاح علم پیدا می کنید به او یا به دیگران تعلیم می دهید او اذا تصدیه تلیل علم به و طلبته او خب در صورتی که شما متصدی آن می شوید و آن را طلب می کنید ول المعنی ثانی که ما آمدیم تویون رو به معنای آگاهی پیدا کردن از شی معنا کردیم که به و للعلم به که ما مسئولیتی رو پیدا کردیم تا علم به اون پیدا کنیم یا معنا و معنی تثبت و فی معنای این آگاهی پیدا کردن از شی خب معنای تثبت در آن هم هست که یعنی یک نوع توقف و تعنی و تدبر در آن رو باید داشته باشیم و تعنی در آن به کار ببریم لکشفی تا بتونیم این رو کشف کنیم و هید تا بتونیم این رو آشکار کنیم و علم به تا اینکه بتونیم به علم پیدا بکنیم پس تبیین به معنای این است که وقتی شما خبر فاسق رو شنیدید حتما اونجا مکس کنید توقف کنید تدبر کنید تعمل کنید تا واقعیت برای شما روشن بشود و من قوله تعالی که این مطلب در آیه دیگر سوره نساء آیه 94 آمده است که اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا که میفرماید حتی شما وقتی به سمت جهاد میروید تبیین کنید یعنی چی یعنی ثبات قدم و استواری در این راه را داشته باشید و من اجل هذا قریه بدلو و تبیین به خاطر همین مطلب هم که تبیین به معنای تثبت هم هست آمده به جای تبینو و تو هم قرائت کردند چون هر دو یک معنا را دارن و من هو کذالک هذه الايه التي نحن ها خب از همین قبیل میتونیم آیه مورد نظر خود را هم با همین معنا معنا کنیم که اینجا اکن فاسقون به نبع و کذالک قرعه فی ها فتثبتو که در همین فتبینو هم همین معنای تثبتو رو گاه قرائت کردن که فا این القراءه القراعه مما تدل على ان المعنیین و این قرائه خودش دلالت دارد بر این که این دوتا معنا یعنی همین تبیین و تثبت متقاربانه یعنی با هم نزدیکن از نظر معنایی یکین خب بر این تبیین هم مشخص شد که تا حدی حد همون آگاهی پیدا کردن از شی و اطلاع پیدا کردن از شی هست که وقت خبر فاسق رو شنیدیم باید اونقدر جستجو و تحقیق داشته باشیم تا بتونیم آگاهی از حقایق رو داشته باشیم و دومین واجهی به کار رفته در این آیه انتوسی و قوما به جهاله هست که یاد من کثیر من التفاسیر انها در المقطع من الآیه کلام مستعنف بلکه از مفسرین آمدن گفتن این قطعه از آیه شریفه جمله مستقل هست که خیلی ربطی به قبل و بعدش ندارد منتها جا علی تعلیل وجوب تبعیون این جمله مستعنفه و جداگانه آمده برای بیان یک علت و علت هم اینه که وقتی میفرماید شما خبر فاسق رو تبیین داشته باشید جستجو کنید تحقیق کنید و این دلیل دلیلش هم این است که مبادا قومی گرفتار جهالت بشود و تبعهم علی که بعض الاصولیین خب به دنبال این مفسرین آمدن بعض الاصولیین هم همین حرف رو زدن الَّذين بحث بحثوا هذه الايه وقتی در این مورد از این آیه بحث کردن اونا هم همین مطلب رو آوردن که بله این جمله جمله مستعنفه است و برای بیان تعلیل هست ولی اجل ذالک قدر و ل... کلمت فتبینو خاطر همین آمدن در تقدیر گرفتن برای کلمه فتبینو یک مفعولی را و گفتن مثلا که معناهی تبینوی که گفتیم متعدی هست مفعول هم لازم دارد و فتبینو صدقه من کذبه خب آمدن گفتن شما آگاهی پیدا کنید مبنی بر این که این خبر درسته راسته یا دروغ هست کما قدر اول تحقیق نظم آیه و بعدم آمدن برای این که محقق کنند که این آیه بالاخره یک نظمی داشته باشد و ربطش به گذشته و جمله قبلش لتسلح آذی فقران تکون تعلیلا تا این که صلاحیت پیدا بکند که این جمله مستنفه بیان علت رو داشته باشد خب آمدن کلمه در تقدیر گرفتن که تدل و علت تعلیل اون کلمه دلالت بر علت داشته باشد چی, چی کلمه کلمه را در تقدیر گرفتن؟ بیان قال و معناها خشیتن ان و قامن به جهالت. یه خشیتی را اینجا آوردن گفتن تبیین کنید از ترس این که مبادا شما به جهالت گرفتار بشوید او حذرن ان یا این که حذرن را آمدن که به خاطر اجتناب از این که به جهالت گرفتار بشین او لعلا تو سیب قامن به جهاله که کلمه لعلا در تقدیر گرفتن و مانندیان بله مرحوم زفر می فرماید و هاد تقدیرات کلها تکلف همه این در تقدیر گرفتن ها همشون زحمتی هست و تمحلون توجی هست که لا تو ساعد و علیها قرینه هیچ قرینه بر این که این تقدیرها درست باشه وجود نداره و قاعده عربی همین رو اقتضا نمی کند و من العجیب ایو خدودالک ذالک به نظر الاعتبار و یورسل ارسال المسلمات میفرماید تعجب در این است که کسان هم آمدن این حرف را زدن خلاصه این رو به عنوان ارسال مسلمات گرفتن گفتن این حرف درسته دیگه هیچ در موردش تعمل نکردن که آیا وجه دیگری هم برای آن میشه بیان کرد یا نه ولی خودش میخواد میفرماید ولذی و ان مقتضا سیاق الکلام اون چیزی که من مزفر میخوام اون رو ترجیح بدم اینه که مقتضای سیاق کلام ول اتساق مع اصول القواعد العربیه و اون چیزی که سوق داده میشه و هم سیاق هست با اصول قواعد عربی این است که قول خدای تعالی که فرمود ان تو سیب قوم به جهالته خود این مفعول است برای لتبینو دیگه وقتی ما این رو مفعول برای تبیین گرفتیم لازم نیست که بیاییم اون یک کلمه دیگری که سید قوم این کذبه را در تقدیر بگیریم خود این میشه مفعول برای تبینو و یکون معناه معنایش این میشود که فتو ثبتو رو اصابت قوم به جهاله خب شما حتماً تثبت بکنید یعنی این رو تحقیق بکنید تا برحضر باشید از اینکه یک قومی به جهالت گرفتار بشود خب اینی که آمدیم انتو سیب و قومم به جهاله رو هم برده مفعول قرار دادیم به دلیل اینکه ان مصدریه بعدش این رو تحویل به مصدر برد و و انی مصدر یا با اون که بعدش تبدیل به مصدر برده میشه در حکم مفرد میشه بعد میشه مفعول برای جمله قبلش یا اون فعل قبلش قرار بگیرد و ظاهر ان قول تعالی ظاهر که تبین ان تو سیب به جهاله کنایه هست از لازم معنای خودش حالا درست است که اینجا آمده گفت تبین کنید تا مبادا به جهالت گرفتار بشید اما لازمه اش رو اراده کرده است لازمش یه عدم حجیت خبر فاسقه به معنای این است که شما به خبر فاسق اعتماد نکنید چرا لانه لو کان حجج خطين که اگر خبر واحد حجت می بود لما دعا الى دیگه دعوت به شناب نمی کرد من اصابت قوم به جهال اندل عمل به نمی گفت که احتراز کنید از آن تا مبادای قوم به جهالت گرفتار بشه در وقت عمل کردن به خبر واحد ثم من ندم على العمل به دیگه نمیداد از این که اگر شما طب عمل بکنید به ندامت و پشیمانی دوچار خواهید شد خب اینم معنای دومین اصطلاحی که در این آیه شریفه به کار رفته بود دیگه حالا اصطلاح سوم را هم توضیح دادیم اون تو عبارتش باقی مون که انشاءالله بقیه را و همچنین چگونگی استدلال به این آیه را در جلسه دیگر خدمتتون تقدیم خواهم کرد تا آن زمان آرزوی توفیق و سعادت داریم و خدا شما رو به خدای مت... بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اغفر لنا